تئودور داستایوفسکی یکی از برجسته‌ترین نویسنده‌های جهان و روسیه است. قتل پدرش توسط رعایا، رفتن تا پای چوبه دار به خاطر فعالیت‌های سیاسی، از دست دادن اموالش و گدایی توی اروپا، مرگ همسر، برادر و از دست دادن دو فرزندش از وقایعی بود که زخم‌های عمیقی بر روی داستایوفسکی گذاشت. اما داستایوفسکی کسی بود که این زخم‌ها رو به شاهکارهای ادبی تبدیل کرد. تو این ویدیو داستان زندگی داستایوفسکی و نحوه خلق شاهکارهای ادبیش رو میگیم. با ما همراه باشید. داستایوفسکی فرزند دوم خانواده با 7 فرزند متولد 1821 تو شهر مسکوه. اون از خانواده اصیل اما نه چندان ثروتمند بود. پدرش میخائیل داستایوفسکی پزشک بود و از خانواده های اصیل مسیحیان ارتودکس اوکراین بود که به مسکو مهاجرت کرده بود. مادرش هم ماریا داستایوفسکایا بود که از خانواده تاجر توی مسکو بود. داستایوفسکی تو دوران کودکیش از طریق دایی‌اش آلنا فرولوونا که شخصیتی بسیار تاثیرگذار بر زندگیش بود با ادبیات آشنا شد. اون شبا برای فئودور داستان‌های افسانه‌ای و حماسی می‌خوند. پدر داستایوفسکی پزشک بود و توی بیمارستان کار میکرد. واسه همین تمام دوران کودکی داستایوفسکی توی حیات بیمارستان گذشت و اونجا بازی میکرد و تو همونجا زندگی بیمارای فقیر رو از نزدیک مشاهده کرد. به خاطر همین تقریبا همه کتابای داستایوفسکی درباره طبقه فرودست جامعه است. یه روز پدر داستایوفسکی رو برای مداوای یه دختر 9 ساله که توسط یه مرد مست مورد تجاوز قرار گرفته بود میبرن و بعدها وقتی داستایوفسکی نویسنده میشه مضمون آرزوی یک پیرمرد برای تسخیر یه دختر جوان تو بعضی از کتاباش راه پیدا میکنه. پدر داستایوفسکی فردی مذهبی بود که کارهای فئودور براش قابل درک نبود و فئودور رو رویا پرداز، درونگرا و احمق خطاب میکرد. همین اختلافای اونا باعث شد که فئودور و برادرش رو به مدرسه شبانه روزی بفرسته که اکثرا فرزندای ثروتمندا و اشراف زاده ها تو مدرسه درس میخوندن. همین باعث کاهش اعتماد به نفس داستایوفسکی شد و مشکلات روحیش از همین دوره شروع شد. داستایوفسکی رابطه خوبی با پدرش نداشت و بعضی از روانشناسا مثل فروید معتقدن همیشه آرزوی کشتن پدرش رو داشته. علاوه بر این مادرش هم توی سال 1937 بر اثر بیماری سل میمیره و اثر ضربه روحی که داستایوفسکی تو دوران نوجوانیش از سمت والدینش میخوره تو آینده تو بعضی از کتاباش مثل برادران کارامازوف راه پیدا میکنه. تو این کتاب 3 برادر مشروع و 1 برادر نامشروع وجود دارن که همگی تو دوران کودکی مادر خودشون رو از دست دادن و ایده پدرکشی توی ذهنشون میچرخه. داستایوفسکی تو همون سالی که مادرش میمیره مدرسه رو رها میکنه، اما تو سال 1838 به اجبار پدرش وارد مدرسه نظامی مهندسی نیکولایف میشه. تو سال 1839 موقعی که 17 ساله بود پدرش رو هم از دست داد و بعد از مرگ پدرش اولین حمله سر بهش دست داد. علت مرگ پدر داستایوفسکی مشخص نیست و کشته شدن به دست رعایا، مرگ بر اثر شرابخوری و سکته مغزی 3 فرضیه مرگ پدرشه. برادرش آندره معتقده که به خاطر مرگ مادرشون پدرش به شرابخواری رو میاره و با رعایا بد اخلاقی میکنه. رعایا هم میکشنش، اما با رشوه رعایا به پلیس علت مرگ سکته قلبی اعلام میشه. حالا چرا این موضوع مهمه؟ چون این موضوع روی داستایوفسکی و کتابایی که بعداً نوشت تاثیر زیادی گذاشت و آخر ویدیو وقتی داریم برادران کارامازوف رو معرفی میکنیم کامل شرحش میدیم. به خاطر قولی که به پدرش داده بود مدرسه رو تموم کرد و تو سال 1843 به عنوان مهندس مشغول به کار شد و ستوان نیروی دریایی شد. اما مشکلات مالی و علاقه زیادش اون رو به سمت نویسندگی سوق داد. داستایوفسکی اول کارش رو با ترجمه شروع کرد و کتاب‌های اورژنی گرانده و دون کارلوس رو به روسی ترجمه کرد. اولین کتابش به نام بیچارگان رو به صورت مجموعه داستان تو مجله سن پترزبورگ تو سال 1846 در حالی که یه جوان 25 ساله بود چاپ کرد که به موفقیت تجاری رسید و وضع داستایوفسکی یکم خوب شد. رمان بیچارگان راجع به مردم فقیریه که به خاطر فقرشون عزت نفس پایینی دارن و آزادی درونیشون از دست میدن.
داستایوفسکی توی رمان به خوبی نشون میده چجوری فقر باعث ایجاد رنج عمیق درونی و بیرونی تو انسانه. بلینسکی منتقد و نویسنده مشهور روسی که از منتقدای حکومت تزاری هم بود، بیچارگان را اولین رمان اجتماعی روسیه میدونه. داستایوفسکی 15 روز بعد از به انتشار رسوندن داستان اولش، رمان دومش به نام همزاد رو چاپ میکنه. قهرمان این کتاب دچار توهم میشه و تو توهماتش با فردی ملاقات میکنه که همزاد خودشه و در ظاهر کاملا شبیه هم دیگن، اما خصوصیت های کاملا متضاد با اون، مثل اعتماد به نفس بالا، برونگرایی و پرخاشگری داره. قهرمان روان پریش که در خلال داستان روانکاوی میشه. این الگو رو به خاطر داشته باشین، چون تقریبا تو همه کتاب های داستایوفسکی یه فرد روان پریش که مسائل درونی خودش رو بیان میکنه دیده میشه. همچنین تو این کتاب برای اولین بار درباره عقاید اگزیستانسیالیستی صحبت میشه. اگزیستانسیالیستا یا هستی شناسا معتقدن که زندگی به ذات بی‌معناه، مگه اینکه انسان خودش بهش معنا بده و بعد تصمیم میگیره که به این معنا ماهیت بده یا نه. داستایوفسکی بعد از نوشتن این دو رمان به این نتیجه رسید که حرفه نظامیش زندگی ادبیش رو به خطر میندازه، واسه همین از ارتش استفاده داد. اون از طریق اندیشمندای فرانسوی مثل فوریه، کابه، پرودون و سن سیمون با سوسیالیست آشنا شد و مجذوب احساس عدالت و اهمیت دادن به فقرا و محروما که منطق این سبک فکری بود شد. داستایوفسکی در عین علاقه به تفکرات اگزیستانسیالیسم و سوسیالیسم، آدم مذهبی هم بود و همین باعث شد با بلینسکی که بی خدا و ماتریالیست بود به مشکل بخوره. بلینسکی کسی بود که رمان بیچارگان رو تحسین کرده بود و الان به خاطر تفاوت دیدگاه به یکی از منتقدای داستایوفسکی تبدیل شده بود و همین روی سلامتی داستایوفسکی تاثیر منفی گذاشت و تشنجای سرش بیشتر شد. پس از شکر شدن رابطش با بلینسکی تو سال 1846 از جامعه سوسیالیست جدا شد و چون اهل قمار رو ریخت و پاش بود، تمام پولاش و ارثیه پدریش تموم شد و دچار مشکلات مالی شد. به توصیه شاعر الکسی پلشچیوف به حلقه پتراشوفسکی که توسط میخائیل پتراشوفسکی تأسیس شده بود پیوست. این گروه متشکل از معلما، دانش آموزا، مقامات دولتی و خیلی از روشنفکرا بود که اصلاحات اجتماعی رو پیشنهاد کرده بودند. این گروه مخالف خودکامگی تزار و مخالف سانسور بودند و از لغو قانون بردهداری حمایت می‌کردند. داستایوفسکی روزهای شنبه و یکشنبه از کتابخونه این گروه استفاده می‌کرد و گهگاهی هم توی بحثاشون شرکت می‌کرد. همزمان که عضو این گروه بود، چند داستان کوتاه مثل آقای پروخارچین، خانم صاحبخانه، قلبی ضعیف و بوبوک، دزد شراوتمند، درخت کریسمس و ازدواج و شب‌های روشن که همگی درباره مشکلات طبقه فرودست جامعه است رو نوشت. در حال تکمیل رمان نیتوچکا بود. سال 1849 یکی از مامورای حکومتی توی گروه نفوذ کرد. با لو رفتن گروه همگی تو 23 آوریل 1849 دستگیر شدن و به سیبری فرستاده شدن. رمان هم نصفه موند و داستایوفسکی هیچ وقت اون رمان رو تکمیل نکرد. داستایوفسکی متهم به روخونی کردن نامه‌ای به اسم نامه‌ای به گوگل که بلینسکی نوشته بود و تو روسیه ممنوع بود شد. گوگل و بلینسکی هر دو از نویسنده‌های معروف روسیه بودند و گوگل تو جزوه خواهان برگشت به شیوه ارباب رعیتی و تزاری بود که مورد انتقاد خیلی از نویسنده‌ها از جمله بلینسکی قرار گرفت. بلینسکی هم تو نامه‌ای به گوگل اونو متهم به خیانت به روشنایی کرد و این نامه به خاطر محتوای ضد تزاری تو روسیه ممنوع شد. داستایوفسکی تو دفاع از خودش گفت که این مقالات رو فقط به عنوان یه بنای ادبی مطالعه می‌کرده. علت این همه سختگیری تزار ترسش از تکرار دوباره شورش 1825 و انقلابی بود که اروپا درگیرش بود. شورش 1825 که به شورش دکاپریستا یا دسامبریستا معروفه، همزمان با به تخت نشستن نیکولای اول رخ داد که علتش هم فقر طبقه دهقان بود. همچنین تو سال 1848 اروپا درگیر انقلاباتی بود که به بهار ملل معروف شد که گسترده ترین موج انقلابی اروپا تا الانه و هدفش برپایی دموکراسی و حذف سلطنت بود و تزار میترسید آتش این انقلابا دامن اونو هم بگیره. واسه همین هر گونه مخالفتی رو به شدت سرکوب میکرد. خلاصه اینکه همه اعضای گروه به اعدام محکوم شدن و تو 23 دسامبر 1849
در حالی که داستایوفسکی یه جوان 28 ساله بود به میدون تیر برده شدن. اونا به چوب بسته شدن و تو همون زمان نامه از طرف تزار برای تخفیف مجازات آورده شد. بعدها مشخص شد که این تیربارون کاملا نمایشی و واسه ترسوندن مخالفای حکومت بوده. به این روش اعدام تقلیدی یا ماک اکزیکیوشن میگن که توش یه جوری نمایش داده میشه که فرد داره آخرین روزای زندگیشو میگذرونه. مثلا فرد رو مجبور میکنن قبرشو بکنه یا یه تفنگ خالی روی سرش نگه میدارن و ماشه اون رو میکشن یا هر کاری که فرد احساس کنه مرگ خیلی بهش نزدیکه که در واقع یه نوع شکنجه روانی محسوب میشه. و همین ماجرای اعدام حلقه پتراشوفسکی یکی از معروف‌ترین هاشه. این تجربه اعدام تقلیدی تأثیرات مخرب خیلی زیادی روی داستایوفسکی گذاشت که یکیش تشدید بیماری سرش بود و بازتابش تو روانش به قدری زیاد بود که تو کتاب ابله این صحنه آورده میشه. قهرمان کتاب داستان مرد جوانی رو میگه که به اعدام با جوخه تیر محکوم میشه، اما تو لحظات آخر بهش تخفیف داده میشه و تو کتاب احساسات و تفکراتی که اون جوان داشته به طور کامل شرح داده میشه که مسلماً بازتاب تفکرات و احساسات خود داستایوفسکی تو اون لحظه بوده. داستایوفسکی محکوم به 4 سال زندان و 2 سال خدمت سربازی اجباری تو سیبری میشه. تو زندان چون زندانی سیاسی بود تو دسته محکومای خطرناک قرار داشت، تا موقعی که آزاد شد زنجیر به دست و پاش بسته بود. تو 14 فوریه 1854 توی 33 سالگی از زندان آزاد شد. تو دوره سربازی اجباریش تو سیبری با ماریا دمیترونا ایزاوا که یه بیوه و کارمند گمرک بود آشنا شد و بهش علاقمند شد. اون به مرکز نامه نوشت و درخواست کرد که حق انتشار کتاب و ازدواج رو بهش بدن. مرکز این اجازه رو بهش داد، اما داستایوفسکی تا آخر عمرش تحت نظر پلیس روسیه بود. داستایوفسکی و ماریا تو 7 فوریه 1856 با هم ازدواج کردن و بعد از اتمام سربازیش به مسکو برگشتن. داستایوفسکی وضعیت مالی خوبی نداشت و خب دچار سرعم بود. همین باعث شد که اونا زندگی خیلی شادی نداشته باشن. ماریا تو توصیف رابطهشون میگه به دلیل شخصیت عجیبش ما با هم خوشحال نبودیم، اما نمیتونستیم از هم دست بکشیم چون همدیگر رو دوست داشتیم. هرچی ناراضی تر بودیم بیشتر به هم وابسته میشدیم. داستایوفسکی از سال 1849 که دستگیر شده بود تا سال 1859 به مدت 10 سال هیچ کتابی ننوشت و تو این سال تو 38 سالگی 2 کتاب رویای عموجان و روستای استپانچیکوف رو نوشت. اول ویدیو گفتیم که داستایوفسکی با دیدن تجاوز یه پیرمرد به دختر بچه‌ای محتوای آرزوی یه پیرمرد در به دست آوردن یه دختر جوون رو توی کتاباش میاره که هر دوی این کتابا از همین مضمون پیروی میکنن. کتاب رویای عموجان داستان خانواده‌ایه که قصد دارن دختر جوونشون رو به یه پیرمرد ثروتمند اما نامتعادل به اسم عموجان بدن و روستای استپانچیکوف ماجرای سرهنگیه که میخواد با یه دختر فقیر ازدواج کنه. تو سال 1861 در 40 سالگی کتاب تحقیر و توهین شده ها رو نوشت که مقایسه زندگی 2 خانواده، یکی ثروتمند و دیگری فقیره و شکاف طبقاتی رو به تصویر میکشه. تو سال 1862، 6 سال بعد از بازگشتش از تبعید، تصمیم گرفت رمانی بر اساس خاطراتی که توی تبعید داشته بنویسه و رمان خاطرات خانه اموات رو توی 41 سالگی چاپ میکنه که تبدیل به اولین رمانی میشه که درباره وضعیت زندانهای روسیه است که مورد تحسین تولستوی قرار گرفت. البته همونطوری که توی ویدیوی تولستوی گفتیم، تو همین زمان هم تولستوی داشت کم کم به یکی از مخالفای سخت حکومت تزاری تبدیل می شد. نکته جالب اینه که با اینکه تولستوی و داستایوفسکی توی یه دوره زندگی می کردن، هیچ وقت همدیگر رو ملاقات نکردن. رمان خاطرات خانه اموات عموماً شامل خاطرات سال آخر محکومیت نویسنده است و به خاطر مسئله سانسور و تحت نظر بودن داستایوفسکی، شرایط بد زندان رو خیلی تعدیل شده تر تو این کتاب میاره. اما وضع واقعی زندان‌ها رو تو نامه‌هایی که به برادرش می‌نوشته شرح می‌داده. این کتاب حالت گزارش‌گونه از وضعیت زندانی‌ها داره و برخلاف بقیه کتاب‌های داستایوفسکی که همگی تم روانشناسانه دارن، این فقط گزارش‌گونه است.
خیلی کتابای داستایوفسکی رو به دو دسته تقسیم میکنن، قبل از تبعید و بعد از تبعید، که نقطه مرزی این دو دسته کتاب خاطرات خانه امواته. تبعید تمام معیار اخلاقی که داستایوفسکی میشناخت و از بین برد و تو کتابایی که بعد از خاطرات خانه اموات مینویسه این معیار اخلاقی رو به چالش میکشه و خیلی توصیه میکنن قبل از خوندن کتابای داستایوفسکی حتما خاطرات خانه اموات رو بخونید تا بتونید با فضای فکری نویسنده آشنا بشید. تو سال 1861 اتفاق بزرگ تو روسیه رخ میده. نیکولای اول تو سال 1855 مرد و الکساندر دوم جانشینش شد و دیگه تمایل به اصلاحات تو روسیه به اوج خودش رسیده بود. تو این زمان روسیه 60 میلیون جمعیت داشت که 50 میلیونش دهقانا یا موژیکا بودن. موژیکا همه رعیت به حساب می اومدن و به همراه املاک معامله می شدن و حق ترک املاکی که متعلق به اون بودن رو نداشتن. الکساندر دوم منتظر نبود که انقلاب از طبقه های پایین شروع بشه و خودش دست به اصلاحات زد و قانون بردهداری رو تو سال 1861 لغو کرد. این واقعه یکی از مهمترین وقایع قرن 19 روسیه است. داستایوفسکی بعد از لغو قانون بردهداری تو ژوئن 1862 به توصیه پزشکا برای درمان بیماری سرش برای اولین بار به اروپای غربی رفت و تجربیات خودش رو تو مقاله یادداشت‌های زمستانی درباره برداشت‌های تابستانی نوشت. داستایوفسکی توی این مقاله از لیبرالیسم و سوسیالیسم گرفته تا جزئیاتی مثل خلق و خوی زنها و مردای پاریسی رو به انتقاد میگیره. داستایوفسکی ارتدوکس بود و از دو مذهب کاتولیک و پروتستان که شاخه‌های دیگه دین مسیحیتن انتقاد میکنه. داستایوفسکی با تاثیر از لغو قانون بردهداری کتاب یه اتفاق مسخره رو مینویسه. کتاب یه اتفاق مسخره داستان طولانیه که با یه مهمونی و اتفاق جدی شروع میشه. سه اشراف زاده که دوتاشون موافق سنتگرایی و یکیشون موافق اصلاحاته. داستایوفسکی از او تا اکتبر 1863 دوباره به اروپای غربی رفت و تو پاریس دوباره قمار کردن رو شروع کرد و تمام پولاش اونجا باخت و بعدش به روسیه برگشت. تو سال 1864 تو 43 سالگی به همراه برادرش مجله ادبی اپوکو منتشر کرد و کتابای یادداشت‌های زیرزمینی که اولین رمان اکسیستانسیالیسم نویسنده هست رو تو همون سال نوشت. نویسنده تو این کتاب به بررسی تناقضات شخصیت انسان، عزت نفس و آزادی میپردازه. این رمان هم رمان روانشناسیه و گفتگوی درونی یه آدمیه که تعادل روانی نداره و توی زیرزمین خزیده و خودشو از مردم دور کرده. متاسفانه تو همین سال همسرش ماریا و برادرش فوت کردن و داستایوفسکی مجبور شد که خرج خانواده برادرش و پسر همسرش پاشا را هم بده. تو سال 1865 به خاطر مشکلات مالی مجبور شد که چاپ نشریه را متوقف کنه و ورشکست شد و تو همین سالم داستان کوتاه تمساح نوشت. تمساح داستان یک کارمند دولت با کمالاته که توسط تمساحی درسته بلعیده شده. این کارمند دو هفته در سلامت کامل تو شکم تمساح زنده میمونه و بیوقفه سخنرانی میکنه و جامعه روسیه را مورد انتقاد قرار میده. داستایوفسکی بعدها تو خاطراتش می نویسه که ایده این کتاب رو از مردی آلمانی گرفته که توی پاساژی به ازای دریافت پول به مردم تمساح نشون می داده. سال 1866 سال مهمیه چون داستایوفسکی شاهکار ادبیش یعنی جنایت و مکافاتو که دومین رمان بلندشه توی 45 سالگی می نویسه. داستان پسری که از سر فقر پیرزن رباخای رو می کشه اما دچار عذاب وجدان و احساس گناه می شه. و عنوان کتابم به مکافات درونی و کشمکش این فرد با خودش اشاره داره. داستایوفسکی شخصیت پیرزن رباخار تو این کتاب و از شخصیت خواهرش الهام گرفته بود. خواهری بسیار ثروتمند و بسیار خسیس. تو این کتابم نویسنده به بررسی روانشناختی شخصیت‌های کتاب می‌پردازه و شما به زیبایی آثار فقر توی جامعه مثل قتل و فاحشگی رو می‌بینید. و انتهای فوق‌العاده کتاب که نویسنده به زیبایی به معجزه عشق میپردازه و میگه عشق چیزیه که انسانها رو از ورطه نابودی نجات میده. همطور که قبلا گفتیم داستایوفسکی تو پاریس همه زندگیشو به قمار باخت و برای قرض کردن پول مجبور شد یه قرارداد با ناشرش ببنده که در صورت نرسوندن رمان بعدی سر وقت حق چاپ و انتشار رمانش و بقیه کتاباش به مدت 10 سال به ناشر داده بشه. درسته که جنایت و مکافات موفق
شرایط تجاری داشت، اما کفاف بدهیاشو نداد و به خاطر همین قرارداد به سرعت کتاب بعدیش یعنی قماربازو نوشت. کتاب قمارباز داستان زندگی خود نویسنده است و داستایوفسکی به زیبایی وضعیت روانی کسی که به قمار اعتیاد داره رو بررسی میکنه. با خوندنش به سادگی میشه به وضعیت روانی خود نویسنده تو دوره اعتیادش به قمار پی برد. این رمان به قدری از نظر روانشناختی اهمیت داره که فروید تو مقاله‌ای به اسم داستایوفسکی و پدرکشی که درباره کتاب برادران کارامازوف از این کتاب هم یاد میکنه و میگه که احساس گناهی که فرد رو به قمار و تمایل به باخت سوق میده. داستایوفسکی برای اینکه به قرارداد برسه برای سرعت بیشتر یه تندنویس به نام آنا گریگوریونا که 20 ساله بود و استخدام میکنه تا تو تکمیل رمان بهش کمک کنه. این رمان 26 روزه تموم میشه و به موقع میرسه و چاپ و فروش بالای این کتاب داستایوفسکی رو از شر بدهیاش خلاص میکنه. داستایوفسکی به آنا علاقمند میشه و اونا تو 15 فوریه 1867 در حالی که داستایوفسکی 46 ساله و آنا 20 ساله بود با هم ازدواج کردن. ماجرای ازدواج این دو خیلی جالبه. داستایوفسکی برای آنا یه رمان تخیلی رو بازگو میکنه که توش یه نقاش پیر از دختر جوونی خواستگاری میکنه و داستایوفسکی از آنا میپرسه که آیا ممکنه که دختر عاشق نقاش بشه؟ آنا هم پاسخ میده که بله ممکنه. داستایوفسکی میگه حالا خودتو جای اون دختر بذار و تصور کن که من همون نقاشم و بهت میگم که دوستت دارم و ازت میخوام که همسر من بشی، جواب تو چیه؟ آنا میگه که جواب میدم دوستت دارم و تا ابد دوستت خواهم داشت. داستایوفسکی و همسرش برای ماحصل به آلمان رفتن و داستایوفسکی تو اونجا دوباره قمار کرد و همه پولاشو دوباره از دست داد. داستایوفسکی تو مقطعی از بیپولی مجبور به گدایی بوده و همسرش آنا هم مجبور شده بود حتی لباساشو گرو بذاره. موقعی که تو فلورانس ایتالیا بود کتاب ابله رو تو سال 1869 تو 47 سالگی نوشت. ابله داستان شاهزادهی به نام میشکینه که دارای تمام فضایل اخلاقی و به کسی بدی نمی کنه و به سرعت آدمایی که بهش بدی کردن رو میبخشه. اما سوالی که تو کل این کتاب موج میزنه اینه که اگه این آدم کامل وارد دنیای واقعی بشه چه اتفاقی میافته؟ آیا اون رو آدمای اطرافش تأثیر میذاره یا اطرافیانش نابودش میکنن؟ شخصیت اصلی کتاب مثل داستایوفسکی دچار سره و یه صحنه اعدام که شبیه صحنه اعدام خود داستایوفسکی بوده رو تعریف میکنه و اثرات روانی اونو میگه. داستایوفسکی یه مسیحی معتقد بود و تو این کتاب میخواست یه مسیحی واقعی رو که خوب مطلقه به تصویر بکشه. داستایوفسکی تو این زمان تو سخت‌ترین دوران زندگی خودش بود. بیماریش هر روز شدیدتر میشد و میل شدیدی به قماربازی داشت و به قدری مغروض بود که میترسید به روسیه برگرده. با این حال تو سال 1870 کتاب همیشه شوهر که ماجرای زندگی یه زوجه که زن به مرد خیانت کرده رو می‌نویسه. باز هم روی روانکاوی داستایوفسکی وسط میاد و شخصیت‌ها رو کاوش می‌کنه و درونی‌ترین افکار و احساساتشون رو بیان می‌کنه. تو دهه 1870 روسیه در حال صنعتی شدن و تبدیل شدن به یه ابرقدرت بود، در حالی که بخش زیادی از مردم تو فقر و تنگدستی زندگی می‌کردن. نارامی‌های سیاسی اوج گرفته بود و تو نوامبر 1869 دانشجوی به نام ایوانوف به خاطر مخالفت با تندروی ها به دست اعضای گروه خودش به قتل رسیده بود و ایده نوشتن کتاب شیاطین به ذهن داستایوفسکی خطور کرد. داستان افراد انقلابی که برای رسیدن به آرمانه خودشون از هیچ جنایتی رویگردان نیستن و حتی از کشتن آدم ها هم ابایی ندارن. داستایوفسکی این گروه ها همون جنزدگانی میدونه که حکایتشون تو باب 8 انجیل لوقا اومده. تو سال 1871 داستایوفسکی بالاخره اعتیاد به قمار رو ترک میکنه و با همسرش به سمت روسیه حرکت میکنن و ماحصلی که قرار بود 3 طول بکشه بعد از 4 تموم شد. شیاطین تو 26 نوامبر 1873 تو 52 سالگی نویسنده تو انتشارات داستایوفسکی که توسط داستایوفسکی و همسرش تأسیس شده بود به چاپ رسید. این کتاب موفقیت تجاری داشت و 3000 نسخه از این کتاب فروخته شد. داستایوفسکی تو سال 1875 رمان جوان خام رو به اتمام رسوند. داستان پسر 19 ساله نامشروعی که به معنای واقعی خامه و خودش هم از این موضوع آگاهه.
تو این کتاب راوی به رابطه بین خودش و پدرش که در واقع بازتابی از رابطه داستایوفسکی و پدرش بوده میپردازه و وضعیت روسیه بعد از لغو قانون بردهداری هم بررسی میشه. تو اوایل سال 1876 در حالی که 55 ساله بود کار بر روی دفتر خاطرات نویسنده رو شروع کرد. این کتاب شامل مقالات متعدد و چند داستان بود و به خاطر تنوعی که توی محتواش داشت خیلی فروش داشت و طرفدارای زیادی پیدا کرد، به طوری که دو برابر بقیه آثارش فروش داشت و باعث شد وضع مالیش خوب بشه. تزار الکساندر دوم از داستایوفسکی خواست که به کاخش بره و این کتابو بهش تقدیم کنه و از داستایوفسکی خواست پسراش سرگی و پر را آموزش بده و اینجوری شد که دایره دوستای داستایوفسکی به آدم‌های مشهور باز شد. داستایوفسکی عضو افتخاری آکادمی علوم روسیه شد و تو سال 1879 ازش گواهی افتخار دریافت کرد. تابستون همون سال عضو کمیته افتخاری انجمن بین‌المللی هنر که افراد سرشناسی مثل ویکتور هوگو و لئو تولستوی توش عضو بودن شد. تو 8 ژوئن 1880 در حالی که 59 ساله بود تو مراسم رونمایی یادبود پوشکین سخنرانی چشمگیری کرد که تاثیر احساسی قابل توجهی بر مخاطباش گذاشت. تو همین سال شاهکار ادبیش برادران کارامازوفو که 3 سال بود داشت روش کار میکرد منتشر کرد و اکثر منتقدا معتقدن که این کتاب بزرگترین اثر داستایوفسکیه. این رمان سرشار از جدال بین نیروهای خوب و بد، جدال بین شک و ایمان، گناه، رستگاری و خیلی از موارد دیگه است و توش داستایوفسکی خیلی از اصول اخلاقی رو به چالش میکشه. کتاب برادران کارامازوف به قدری مهمه که زیگموند فروید، روانکاو معروف آلمانی، مقاله‌ای به اسم داستایوفسکی و پدرکشی نوشت و به تحلیل روانشناختی این رمان پرداخت. فروید معتقده که داستایوفسکی همواره آرزوی مرگ پدرش رو داشته و وقتی تو 18 سالگی خبر مرگ پدرش رو میشنوه دچار سر میشه و این سر در واقع تنبیهی برای خودش بوده که در آرزوی مرگ پدرش بوده. ارتباط بیچون و چرای قتل پدر در رمان برادران کارامازوف با عاقبت پدر خود داستایوفسکی موضوعی که مورد توجه خیلی ها قرار گرفت. داستایوفسکی قصدش این بود که برادران کارامازوف رو به یه رمان طولانی در رقابت با جنگ و صلح تولستوی تبدیل کنه، اما متاسفانه مرگ امونش نداد. مرگ پدر، اعدام تقلیدی، زندانی بودن دوران تبعید توی سیبری و سربازی اجباری بر سلامتیش اثرات منفی و برگشت ناپذیری گذاشت. تو 6 فوریه پلیس مخفی تزاری در جستجوی اعضای گروه اراده مردم که قصد ترور تزار رو داشت خونه یکی از همسایه‌های داستایوفسکی رو جستجو کردن. داستایوفسکی که از قبل بیمار بود بر سر شوک این اتفاق خونریزی معده و ریه کرد. دکترها تنها درمانی که برای خونریزیاش داشتن بلعیدن یخ بود. اون که در حال مرگ بود دو فرزندش ایمی و فئودور رو که 12 ساله و 4 ساله بودن فراخوند و خواست که مسئله پسر گم شده در انجیل لوقا آیه 11 رو بخونن که مضمونش اینه که پدر آسمانی هر گناهی رو که با قلبی توبه پذیر به سمتش میاد میبخشه. داستایوفسکی تو 9 فوریه 1881 در حالی که 59 ساله بود به علت خونریزی معده و ریه درگذشت. مشخص نیست تو تشییع جنازه‌اش چند نفر شرکت کردن. برخی میگن بیش از 100 هزار نفر و برخی دیگه بین 40 تا 50 هزار نفر عنوان کردن. بر روی سنگ قبرش خطوطی از عهد جدید حک شده. آمین آمین به شما میگویم اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها میماند، لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار آورد. داستایوفسکی تو نوشته های خودش عقاید مذهبی، روانشناختی و فلسفی رو بیان میکنه. موضوعاتی مثل فقر، خودکشی و اخلاق موضوعات اصلی کتابشن. بیشتر آثارش ساختار سیاسی و اجتماعی روسیه دوران داستایوفسکی رو مطرح میکنه. کتابای داستایوفسکی روایتگر دنیای سیاه، خشن و غم‌انگیز و تو کتاباش 5 درس مهم رو بیان میکنه. ارزش رنج بردن، شناخت ارزش واقعی خود، اینکه افراد خوب هم گاهی دست به کارهای بد میزنن، ارزش نهادن به زیبایی‌های زندگی و مشکلات ایدئال‌گرایی چیزایی هستند که داستایوفسکی به خوبی تو کتاباشون رو بررسی میکنه. داستایوفسکی یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین رمان نویسای عصر طلایی ادبیات روسیه میدونن. لئو تولستوی برخی از آثار داستایوفسکی به ویژه خاطرات خانه اموات رو تحسین میکرد و اون رو الهام گرفته از عشق به انسانیت میدونست. آلبرت انیشتین داستایوفسکی رو یه نویسنده مذهبی بزرگ میدونست که راز وجود معنوی انسان رو بررسی میکنه. زیگموند فروید داستایوفسکی رو بعد
از شکسپیر از خلاق‌ترین نویسنده‌های دنیا میدونه و برادران کارامازوف رو بهترین رمانی میدونه که تاکنون نوشته شده. فردریش نیچه داستایوفسکی رو تنها روانشناسی میدونست که ازش چیز یاد گرفته و اون رو یکی از بهترین بخت‌های زندگیش توصیف میکنه. ارنست همینگوی گفت که تو آثار داستایوفسکی چیزایی وجود داره که باور نکردنی و در این حال واقعیه، مثل ضعف و جنون، شرارت و تقدس و دیوانگی و قمار. جیمز جویس نثر داستایوفسکی رو تحسین میکنه و میگه که اون نثر مدرن رو خلق کرد. فرانس کافکا داستایوفسکی رو خیشاوند خونیش میدونه و به شدت تحت تاثیر آثارش به ویژه برادرای کارامازوف و جنایت و مکافات قرار گرفت که هر دو بر کتاب محاکمش اثر عمیقی گذاشتن. کنا تامسون رمان نویس نروژی نوشت که هیچ کس ساختار پیچیده انسانی رو به اندازه داستایوفسکی تجزیه و تحلیل نکرده. حس روانشناختی اون بسیار زیاد و رویاییه. البته آثار داستایوفسکی همیشه مورد انتقاد مثبت قرار نگرفت. بعضی از منتقدا مثل نیکولای دوبرولیوبوف، ایوان بونین و ولادیمیر ناباکوف نوشته‌هاشو بیش از حد روانشناختی و فلسفی میدونستن. بعضی دیگه از توطئه‌های آشفته و بی‌نظمی که توی کتاباش بود ایراد می‌گرفتن و تورگنیوف میگفت که کتاباش بیش از حد روانشناسیه و در مقابل چیزی از طبیعت‌گرایی توش نیست. سالتیکوف، ششترین و نیکولای میخایلوفسکی و بعضی دیگه شخصیت‌های کتابای داستایوفسکی رو مثل عروسک در دست دیگران می‌دونن. مثلا تو کتاب احمق، شیاطین و بردن کارامازوف این شخصیت‌ها دیده میشن. ناباگوف میگه که شخصیت‌های کتاب‌های داستایوفسکی فاقد رشدن و تو رمان درجا میزنن. بعد از انقلاب 1917 روسیه کتاب‌های شیاطین و خاطرات یک نویسنده سانسور میشدن چون دارای محتوای ضد سرمایه‌داری و ضد کمونیستی بودن. آثار داستایوفسکی بر خیلی از نویسندگان بعد از خودش تاثیر گذاشت. همچنین فیلسوفای مثل فردریش نیچه و ژان پل سارتر هم ازش تاثیر گرفتن. اون تو ظهور مکتب فکری اگزیستانسیالیست تاثیر زیادی داشت. کتابای داستایوفسکی به بیش از 170 زبان دنیا ترجمه شدن و الهام بخش خیلی از فیلم‌ها بودن. از کتابای داستایوفسکی 80 فیلم اقتباس شده که داستایوفسکی رو به یکی از پر اقتباس ترین نویسنده‌های تاریخ تبدیل کرده. از کتاب برادران کارامازوف 8 فیلم، از کتاب جنایت و مکافات 21 فیلم، از قمارباز 5 فیلم و از چپ‌های روشن 8 فیلم اقتباس شده. یه توضیح کوچیکی هم راجع به خانواده داستایوفسکی بدیم. زمانی که داستایوفسکی مرد، آنا یه زن 35 ساله بود. آنا بعد از مرگ همسرش ازدواج نکرد و شروع به جمع‌آوری دست‌نوشته‌ها، نامه‌ها و عکس‌های داستایوفسکی کرد و تو سال 1906 به موزه تاریخی دولتی تقدیم کرد. آنا دو کتاب درباره زندگی داستایوفسکی نوشت که هر دو بعد از مرگش تو سال‌های 1923 و 1925 چاپ شدند. آنا کلکسیون تمرش رو تم جمع میکرد که از سرنوشت این مجموعه اطلاعی در دست نیست. آنا تو 9 ژوئن 1918 تو 71 سالگی درگذشت. داستایوفسکی و آنا 4 فرزند به دنیا آوردن که فقط دوتای اونا زنده موندن. اولی فرزندشون سوفیا تو 22 فوریه 1868 زمانی که تو ژنو بودن به دنیا اومد که 3 ماه بعد بر سر زاتوریه مرد. آنا تو خاطراتش گفت که داستایوفسکی در مرگ دخترشون مثل یک زن گریه میکرد. لیوبوف مشهور به ایمی دختر دوم داستایوفسکی بود که داستایوفسکی اون رو میپرستید و بسیار دوستش. زمانی که ایمی 12 ساله بود پدرش درگذشت و مرگ پدرش خیلی روش تاثیر منفی گذاشت و اون رو تبدیل به یک دختری متکبر کرد. بعد از دوران بلوغش تصمیم گرفت راه پدرش رو ادامه بده و چند کتاب هم نوشت، اما هیچ وقت به خوبی کتابای پدرش نبود. تو سال 1913 تو 44 سالگی روسیه رو به مقصد ایتالیا برای درمان بیماریش ترک کرد. تو 10 نوامبر 1926 تو 57 سالگی بر سر کمخونی مزمن درگذشت. ایمی هیچ وقت ازدواج نکرده بود. سومین فرزند اونا پسر بود که به افتخار پدر فئودور نامیده شد که داستایوفسکی اون رو فچکا صدا می‌زد. فئودور علاقه من به اسب بود و مبالغ هنگفتی رو برای پرورش اسب خرج میکرد. فئودور تاجر بود و نزدیک بود تو سالهای پردردسر انقلاب بولشویکی توسط بولشویک‌های بی‌سواد که اسمی هم از داستایوفسکی نشیده بودن تیربارون بشه، که تو لحظات آخر گزارش رسید که اون پسر یه نویسنده بزرگه. فئودور خودش رو با سختی به مسکو رسوند و آرشیو پدرش رو هم تونست نجات بده. فئودور بعد از چند ماه زندگی در مسکو تو سال 1928 تو 51 سالگیش درگذشت. فرزند چهارم اونا الکسی بود که تو 10
آگوست 1875 به دنیا آمد. الکسی بیماری سرع پدر رو به ارث برده بود و به خاطر همین عمر چندانی نکرد و تو سال 1878 درگذشت. داستایفسکی باقی عمرش خودش رو به خاطر اینکه پسرش این بیماری رو ازش به ارث برده سرزنش میکرد و مقصر میدونست. از سلبریتی های معروفی که طرفدار داستایفسکی هن میشه به دانیل رادکلیف، اوپرا وینفری، کیانو ریوز، رالف فینس، جوش کلونی و جانی دب اشاره کرد.